سلام، به فراخبر خوش آمدید در این برنامه. حمایت معاون ریاست اجرایه از جنگ ایران در سوریه. محمد محقق با سپاسگزاری از جنگجویان افغان در سوریه چرا بیان میکنند؟ رزمندگان عراق و سوریه، ارتش عراق و سوریه، حشد و شعبی عراق و همچنین رزمندگان ایران، افغانستان، پاکستان و جای جای دنیا که در این نبردها شرکت کردند و در حقیقت نبرد اسلام علیه کفر و دسائس استکبار جهانی بود پیروز شدن، از اونها صمیمانه تشکر کنم. بسته خداحافظی اطلاعی، حقوق و امتیازات بی سابقه رابرت موگابه. حمایت محمد محقق از جنگ ایران در سوریه و سپاسگزاری از جنگجویان افغان که در سوریه جنگیدن با واکنش‌های روبروست. معاون ریاست اجرایه جنرال قاسم سلیمانی از طراحان لشکر فاطمیون را به نیکویی یاد می‌کند و او را سردار استوار اسلام می‌گوید، در حالی که حکومت افغانستان فرستادن شهروندان افغان را در میدان‌های سوریه از سوی ایران کار نادرست می‌داند. اما چرا معاون دوم ریاست اجرایه خلاف سیاست رسمی حکومت حضور جنگجویان افغان را در سوریه می‌ستاید و با پشتیبانی از آنان موضع‌گیری می‌کند؟ برای بحث بیشتر در این باره یونس فکور، آگاه مسائل سیاسی، و اسدالله سعادتی از نماینده‌های مردم در مجلس نمایندگان مهمانان من هستند. خیلی خوش آمدین. آقای فکور، فکر می‌کنین که چرا آقای محقق در حمایت از جنگ ایران در سوریه و در ستایش از جنگجویان افغانی که در این کشور به نفع ایران می‌جنگند موضع‌گیری کرده؟ ستاست سعادتی ثبت و ستاست درونو لیدونکو ته سلام و احترام وړاندې کوم. تست در معلومه ده چی ده دو کال ده راپورون خبری دلی چی ایرانیان مجبور مهاجر ده سوریه جنگ تاستی پا پیسو او یا دادی چی امتیازات ترکی خو حکومت اوسم ده نمانی مگر وای چی کداسی ده غلط کردی ده موج دو کال پا دی نو خبر چی دغه د چا د خوای ما کیږي او څوک یاستی. موږ په دې نه پوهېدلو چې په افغانستان کې داعش زموږ د شیا ورونو پر مساجد یو تکخیانه ولې حمله کوي. د محقق صاحب د دغه څرګندونې په ایران کې په یو رسمي غونډه دا ثابته کړله چې لومړی ځل یو رسمي مقام هغه هم د حکومت معاون دا تصدیقی چې وو افغانان د سوریه جنگ ته استول کیږي، دی نه یوازې تصدیقی بلکې د دې ملاتړ کوي او توصیف یې کوي. زه فکر کوم چې دا یو ستر غلطي او اشتباه ده او په ډیرو شدیدو ټکو یې، ځکه چې د افغانستان د ملي منافعو ضد عمل دی. افغانستان او افغانان د بل هیواد په جګړه کې د بل هیواد لپاره جنګیږي، موږ خپل وینو تویو. د دغسې جګړې او ډلو توصیف، ملاتړ او د هغو د کامیابۍ لپاره بیانیه ورکول دا د افغانستان د ملي منافعو ضد کار دی. او چې تاسو ویل ولې د هغای محقق د خوا څخه کیږي، تاسو ته در معلومه ده چې هغای محقق د خفقه زیری بوریای سیاسی پایس باندې یو ماملګر مذهبي او اتنیکی ډلې مشر دی چې هغه وسیله د ځان سره ګرځولې ده. دی په ائتلاف کې د استاد تا سره کامیاب نسو، بیرته پر رشوت سیاسی حکومت را خپل کوي، د ده پیسې او مصارف لږ سوي دي. دی د ایران د قدس چې یو برانچ دی، یو بازو دی د ایرانی سپاهی پاسداران. اساسا چې چونین یک ادعای ایران نسبت به آقای محقق بیان میکنین، آیا این حرفایتان در واقع مبتنی بر همین موضع‌گیریش در برابر جنگ سوریه است؟ د دې دپاره چې ایرانیانو ته خوش خدمتی وکړي، پیسې ترې واخلي، ولی ایرانیانو د دوی څخه مخه اړولې وه د طالبانو خواته. لکه تاسو ته چې در معلومه ده، راپورونه خپریږي
چې دوی طالبانو ته سلاوي ورکوي، مدرن طالبانو ته پټنځایونه ورکوي. محقق دغسې د اتنیکي ډلې یو غیر قانوني ډلې مشر تجرید سوی و، پیسې یې نه درلودلې. دی د دې دپاره چې خدمتي وکړي، هغوی بیا یې پلا توجه ورته وکړي. دا څرګندونې د دې دپاره کړي دي چې د ایران د نیابتي جګړې د یو د بیا مسئول پایس باندې مرستیا او ملاتړ ورکړي. خیلی سپاسګزارم آقای سعادتی. آنچه را آقای محقق در ایران در حمایت از این کشور در سوریه و در سپاسگزاری از جنگجویان افغان در این کشور در واقع بیان کرد، در ضدیت با منافع ملی افغانستان قرار داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان محترم و جناب کرسی. دقیقا در دنیای امروز، سیاست امروز یا قطب نمای سیاست امروز، منافع ملی یک کشور است، نه روابط فرهنگی، نه روابط اقتصادی و تنهایی و نه روابط مذهبی و دینی تعیین کننده منفعت ملت و یک کشور در درون اون قلمرو نیست. ما اینجا دو بحث را داریم. یک بحث جنگ با داعش و مخالفت و با داعش و تضعیف داعش است که در ذات خودش کار خوب است، ولی بحث دوم جنگجویانی است که احیانا توسط برخی از کشورهای همسایه از جمله ایران به دلایل مختلفی به جبهه های سوریه فرستاده میشه که در ذات خودش یک جنگ کفر اسلام هم نیست. جنگی است که بین قدرت های بزرگ در قدم اول و رقبای منطقوی در قدم دوم صورت میگیره. در اینجا باز منافع ملی افغانستان ایجاب میکنه که اگر قرار باشه با داعش جنگی صورت بگیره، این جنگ اولا باید در درون خاک افغانستان توسط فرزندان افغانستان صورت بگیره در اینجا، و ثانیا اگر بیرون از قلمرو افغانستان هم قرار باشد فرزندان افغانستان اعزام شود، این دولت افغانستان و ملت افغانستان است که باید تصمیم بگیره. اما آقای سعادتی، حالا جنگ سوریه یا جنگ افغانها در سوریه چی ربطی به افغانستان و منافع افغانستان داره که آقای محقق میاد جایگاه معاونیت دوم ریاست اجرایه از جنگجویان افغان در سوریه حمایت میکنه و به حمایت از دولت ایران در جنگ سوریه میپردازد؟ موقف ما بسیار روشن است که عرض کردم که فرستادن مهاجرین افغانستان توسط کشورهای همسایه و میزبان در جنگ هایی که او جنگی هست که در اصل رقابت بین رقبای منطقوی و جنگ قدرت های بزرگ در منطقه هست، این حق کشورهای میزبان نیست و به نفع مردم افغانستان هم نیست. موقف ما بسیار واضح و روشن است. اما به اساس چه منطقه آقای محقق می ستایش میکنه از حضور افغان ها در جنگ سوریه؟ خودش باید جواب بده. موقف ما است که اگر بر علیه داعش جنگی هم صورت میگیره، این جنگ اول در درون خاک افغانستان صورت بگیره، دوم دولت و ملت افغانستان باید بفرسته. در غیر این گفته های آقای محقق چرا بیان میکنه؟ آقای سعادتی، آقای محقق میخواست چی بگه؟ در غیر اون تکمیل بکنه، در غیر اون هر کشور همسایه، چه ایران، چه پاکستان، چه عربستان و کشورهای دیگر، اگر از مهاجرین افغانستان در جنگهای بیرون از مرزهایشان میفرستن، اونا بر اساس منافع ملی خودشان کار میکنن و منافع ملیشان با منافع ملی ما تفاوت دارد. آقای فکور، حالا جنگ سوریه با افغانستان چه ربطی داره که آقای محقق میاد در حمایت از این جنگ میپردازه و سپاسگزاری میکنه از جنگجویان افغان در این کشور؟ آقای محقق میخواست با این موضع‌گیریش چی را بیان بکنه؟ چی میخواه بگوید؟ هیچ ارتباط نور سر لری. او په داسې شرایطو کې چې افغانستان خپله په وینو ککړ دی، د ده بچیان د سیاسي ډلو د ابزار په حیث باندې و نورو ملکونو ته استول او جنګېدل وژل کېدل، دا یو لوی سیاسي او جنګي جنایت او تېروتنه ده. آقای محقق د ایران د پخوا څخه تر حمایې او سپورټ لاندې و. کله چې دی افغانستان ته راغلی، د کرزي صاحب سره ملګری شو، بیا کرزي صاحب د قدرت وشړی، بیا د اشرف غنی سره د عبدالله په واسطه ملګری شو، د ایرانیانو توجه کم اسول. اما فکر با اپوزیش میخوایم اینجا حرفتان قطع بکنم چون وقفه داریم. ادامه فراخبرم پس از وقفه کوتاه دنبال بکنید.
فکر، ما چند مصاحبه از جنگجویان افغان در جنگ سوریه را پیش از برنامه شنیدم و حضورشان در سوریه را در واقع در دفاع از مقدسات شیعه حرم زینب توجیه میکنن. فکر میکنین این توجیه منطقی و واقع بینانه است؟ ز فکر کوم چې دا د شیعه مذهب د افراطینو دخوا په ایران کې مخصوص کیږي او هدف داسې ورته تعینیږي چېرته مقدسه جګړه ده، نو ځکه یو تعداد آگاهانه ځي، اما یو تعداد ته شرط ایښول کیږي که غواړي چې په ایران کې ژوند وکړي او ویزه درکړو ولاړ سي وجنګېږي دغونه معاش درکړو. موږ نه په پوهېدلو چې په افغانستان کې د دې ملاتړ څوک کوي. اوس دغه دی پیدا سو چې په افغانستان کې د یو شیعه ګروپ افراطي مشر چې د یو غیر قانوني حزب راز کې قرار لري هغه محقق دی، د یې ملاتړ کوي. تاسو د مخه پوښتنه وکړه ولې دی داوطلبي کوي د ایران افراطینو ته؟ که غواړي مزدوران مو په کار د داعش پر ضد طالبان نه دي، زه یم، پخوا مو کار درسره کاوه. غیر له دغه نیت څخه او توقع څخه بل قطعا بل انګیزه د محقق کیدای نه سي چې د مشر صفت یې وکړي، دوی ته تبریکي ورکړي. در صورت چې په افغانستان کې شیعه و تاجک و ازبک عسکر جنګېدلي دي، قهرماني یې په لاس راوړې ده، ده یې وته تبریکي نه ده ورکړې. در صورت چې هیڅ افغاني جنرال ته ده په دا خپل ټوله ژوند کې تبریکي نه ده ورکړې. په دې دلته خو دی توقع نه لري، پیسې یې نشته، څوک سلاو نه ورکوي. هلته خو بیا نظر و هغه نمایش ته چې ده په دې جرګه کې ورکوي توجه جلبیږي چې یو ځل بیا محقق حمایت سي. او د زه څه وایم چې دی باید اول خو دا د حکومت زه باور نه کوم چې د عبدالله او د حکومت رسمي پالیسی دی وي، دا د ده شخصي او ګروپیک نظر دی. زه په دې باور کوم چې دی که راسي باید ولسي جرګه د مشرانو جرګه لویه څوارنوالي او حکومت فاصله ځینې ونیسي او د دغسې غیر مسؤولانه ضدي ملي موضعګیري پوښتنې وسي. او د بلې خوا څخه زه په دې باور کوم چې شیعه ورونه زموږ مساجد یو مسؤلیت د دې چې داعش تروریستي ډلې په دا راوروستو کې ډېره توجه دې ته وکړله چې تکیخانو باندې حمله وکړي. یو علت یې همدا دی چې دغسې شخصیتونه په افغانستان کې لکه محقق د سوریه کې د افغانانو د جګړې ملاتړ کوي او یا شاید استولي تقویه کړي یي، نو ځکه هغوی د انتقام دپاره دغه جنایات دلته وکړه چې مسؤلیت یې د آغای محقق پر اوږو اندي. آقای سعادتی، اتهام هایی که آقای فکور بر محمد محقق بستند در واقع به گفته ایشان آقای محقق با این موضع‌گیری ها میخواهد به گونه وانمود کنه که میتونه یک حوزه نفوذ ایدئولوژیک برای ایران در افغانستان باشه و میتونه یک بدیل خوب برای طالبان در افغانستان باشه. به گفته آقای محقق، به گفته آقای فکور، آقای محقق خواست که از موقعیت رسمی حکومت منافع جناحی، منافع گروهی خود با این موضع‌گیری ها تامین کنه. شما برایش چه پاسخی دارید؟ ایران هم مثل هر کشور خارجی دیگر در افغانستان دنبال منافع خود است و من فکر نمی کنم که آقای محقق با هر انگیزه ای که این صحبت ها را انجام داده باشد بدیلی برای طالبان و برای نیروهایی باشد که ایران انتظار داره که در افغانستان اونا حمایت بکنه. اما چون گفته آقای فکور برای جلب توجه ایران آقای محقق این حرفا را ایراد کرد در ایران. ممکن بس ما است که بدون این که انگیزه خانی کنیم، بدون این که بفهم سر این نکته تمرکز کنیم که با چی انگیزه گفته شده، سر گفته اگر توجه بکنیم، از دید من به حیث یک شهروند و به حیث یک نماینده افغانستان و به حیث یک هزاره و به حیث یک شیعه، آنچه را که هر کسی بگوید، چه آقای محقق چه هر شخصیت حکمی و حقیقی، در توصیف یا در حمایت از فرستادن مهاجرین افغانستان از کشورهای دیگر در جنگهای بیرون از کشور، این گپی نادرست است و از طرف ما محکوم است. ما در پشت صحبت های آقای محقق چی انگیزه فکر میکنیم قرار داره؟ خب یقینا دنیای سیاست، من نمیخوام که بسیار زیاد چون اونا حضور نداره که از خود دفاع بکنه، در دنیای سیاست هر چیزی ممکن است. متاسفانه سیاست هم سیاست افغانستان
منافع شخصی هست، منافع حزبی و گروهی هست، خب به هر دلیل ایشان اظهارات را به جا آورده که ما باز هم تکرار میکنیم که از دید ما این اظهارات اظهارات درستی نبود و به زیان مردم افغانستان و از همه مهمتر به زیان هزاره های افغانستان هست. ما شیعه هستیم، ما هزاره هستیم، اما در افغانستان زندگی میکنیم و میخواهیم با مطابق منافع ملی کشور خود سیاست کنیم و منافع ملی کشور ما جدا از هر کشور دیگه است و منافع ملی ما ای را ایجاب میکنه که هیچ کشوری سنی های ما را، شیعه های ما را در جنگ های نیابتی خودشان در کشورهای دیگه سوق کنند. خب کسانی میان در مخالفت و ضدیت با منافع ملی صحبت میکنند، با اینا چگونه برخورد باید صورت بگیره؟ خب ایشان یک مقام حکومتی است، هنوز هم معلوم نیست که موقفش موقف شخصی هست یا موقف حکومتی است و متاسفانه در گذشته هم موقف دولت افغانستان در قبال این مسائل بسیار روشن نبوده. دولت افغانستان مسئولیت و مکلفیت داره که از اتباع خودش در سایر کشورها حمایت بکنه و فرستادن مهاجرین را در جنگ ها ما نقض حقوق بشری اتباع افغانستان می دانیم. خیلی سپاسگزارم. و مکلفیت دولت افغانستان می دانیم که از این روند جلوگیری بکنه. آقای فکور، حالا برخی ها در واکنش به صحبت های آقای محقق هشدار میدن که آنچه را آقای محقق در حمایت و ستایش از حضور افغان ها در جنگ سوریه بیان کرد در واقع سبب گسترش دامنه جنگ داعش در افغانستان خواهد شد و این گروه را تحریک خواهد کرد تا در انتقام گیری از شهروندان افغانستان به حمله های حراس افغانانه در افغانستان بیشتر دامن بزنند. شما پیامد های چنین موضع گیری ها را چه پیش بینی میکنین؟ دیوی خواخو زموج د بین ملی دوستانو د شک او تشویش سبب ګرځي د بلی خوا څخه طبیعي ده چې د داعش تروریستي ډلې ته دلیل او سبب پیدا کیږي چې د ایران نیابتي ډلې په افغانستان کې اکټیو دي او سوریه ته زموج پر ضد باندې افراد لیجله چې دوی خپل سربازګيري وکي. نو ځکه زه وایم د داسې یو شخصیت موجودیت نور د اجرایي شورا د اول معاون پایس باندې په افغانستان کې قطعا ضرور نه ده. د بلې خوا څخه زه د ټولو شیعه ازاره ورونو او د هغه رقم د حکومت څخه غواړم چې د دې موضعګیري په برابر کې لکه سعادتي صاحب چې ملي او وطني موضعګیري ونیول. بله آقای سعادتي، زمان داعش بالای مسجد امام زمان در قلعه نجاره شهر کابل حمله کرد. شاه حسین مرتضوی سخنگوی رئیس جمهور در فیسبوکش نوشت که وقت آن رسیده تا در برابر تابوت هایی که از سوریه میآیند سکوت نکنیم. فرزندانمان به جای جنگ در میدان های جنگ نیابتی بیایند، امنیت وطن، مردم و اماکن دینی خود را در کنار نیروهای امنیتی تامین نمایند. تاوان جنگ نیابتی برای ما سخت و سنگین است. آقای مرتضوی خواست که بگوید که حمله های داعش بالای مساجد شیعیان در کابل در واقع بیشتر برخواسته و حاصل حضور جنگجویان افغان در سوریه است. حالا که آقای محقق خیلی آمد رک و راست و سریع بیان کرد که جنگجویان افغان در سوریه حضور دارند و ما از حضورشان ستایش و سپاسگزاری میکنیم، فکر میکنین چه پیامد خواهد داشت در آینده؟ واکنش داعش چه خواهد بود و کشورهای دیگر؟ ما دشمنی با داعش چیزی آشکار است. ما با داعش دشمنیم و ایبایی نداریم که بگیم با داعش دشمنیم، این نکته روشن است. اما اشکال اکثر گپای آقای محقق است از دیگه جانب است که تکرار نمیکنم. اجازه بدین که برای کسایی که میخواه این گونه توجیه بکنه مثل آقای مرتضوی و افراد دیگه ای که از درون حکومت ضعف خودش را و ناتوانی خودش را و این که امنیت مردم تأمین نمیکنه و بعد آدرس میده فرافیگنی میکنه که گویا چون در اونجا چنان میشود اینجا چنین میشود، این به مراتب از گفته های آقای محقق اشتباهش بیشتر است. البته این نظر شخصی آقای مرتضوی در فیسبوکش بود، نمیتونه نظر شخصی باشه. من میگم که این نوع
اگر رسانه های افغانستان و سیاسیون افغانستان این گونه جا بیندازه و جرم مضاعفی را که بر مهاجرین میشه این را پس توجیه بکنه که گویا هر ستمی که در افغانستان بر علیه یک قوم میره دلیلش اون است، این خودش را نشان دادن است و توجیه کردن است و دامن خود را از معرکه بیرون کردن است و همدستی با دشمن است. خب حالا شما چی فکر میکنین صحبت های آقای محقق بیان کرد؟ من فکر میکنم جواب بله جواب مردم افغانستان باید این باشه که ما کسی که مهاجرین ما را در بیرون به خارج به جنگ نیابتی میفرسته هم خیانت میدانیم و هیچ عامل مردم افغانستان را بین شیعه و سنی جدا کرده نمیتونه و سنی های افغانستان در بیسته در کنار شیعیان افغانستان، شیعیان افغانستان بیسته در کنار سنیان افغانستان و این شعار اثر بده که ما یک ملت واحدیم، دارای منافع واحد هستیم، شیعه و سنی نداریم، شهروندان هستیم که خون ما، منافع ما همه یکسان است و ما در برابر دشمن مشترک میستیم. در غیر اون آنگونه اجازه بدیم که باز تاکید کنیم که راه باز کردن از اون طریق یک جنایت دیگه. خیلی ممنون آقای فکور. خیلی کوتاه میخوایم در خیر پاسخ داشته باشین. جنگجویان عرب که در جهاد مردم افغانستان علیه شوروی میجنگیدند پس از برگشت به کشورهایشان در واقع درد سرساز شده بودند. فکر نمیکنید حالا برعکس زمان جنگجویان افغان در سوریه به افغانستان بر بگردند دولت افغانستان به چالش سردوچار خواهند کرد و چالش آفرین خواهند شد و کنترل اینها برای دولت افغانستان خیلی سخت و دشوار خواهد بود؟ دیر دقیقه دغه جهت هم د آقای محقق ملاتړ او دا چې شک پر لرم چې شاید دا هم تشویق کړي د ډلې څخه هم خلک ځوانان یې استولي دا د افغانستان د راتلونکي دپاره د سلامیزه ژوند دپاره په مرکزي مناطقو کې د نظم او قانون د حاکمیت دپاره لویه ستونزه ده. په دې چې دا خلک مخصوص شوي سوي دي، افراطي شیعه افکار ور کړی سوي دي، په نورو هیوادو کې جنګېدلي دي، بل مسلک نه لري. هغه چې را رخصتېږي افغانستان ته راځي، لکه اوس چې زموږ ځینې راپورونه لرو مرکزي مناطقو ته چې راغلي دي، په غلا، په توپک، مردم ازاري، د ښځو په ازار یې لاس پورې کړی. دا به یو لویه اجتماعي معضله وي چې مسؤلیت یې زه هغهیې محقق او هغه ډلې ته راجع کوم کوم چې د دغسې عملیاتو ملاتړ په سوریه کې کوي او صفت یې کوي. خیلی سپاسگزارم از حضور هر دوی شما در برنامه و ممنون از شما بیننده ها. خبر کوتاه در اخیر تقدیم می شود. پس از کودتای اخیر در زیمبابوه، رابرت موگابه رئیس جمهور برکنار شده این کشور و همسرش گریس قرار است به عنوان آنچه بسته خداحافظی اطلاعی خوانده شده است، $10 میلیون پاداش، حقوق سالیانه ریاست جمهوری، بیمه درمانی و همچنان مسئولیت از پیگرد قانونی را از دولت دریافت کنند. رابرت موگابه که 37 سال است و پس از 37 سال سرانجام تسلیم فشارهای نظامیان و همه حزبیایش شد و از سمت خود به عنوان رئیس جمهور زیمبابوه استعفا کرد. اما تا زمان مرگش هر ساله مبلغ $150,000 حقوق ریاست جمهوری دریافت خواهد کرد. پس از مرگ رابرت موگابه، همسر 52 سالش که حدود 40 سال از او کوچکتر است میتواند هر ساله نیمه از حقوق بازنشستگی رئیس جمهور برکنار شده زیمبابوه را دریافت کند.